أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين. ان شاء الله ایدی ما فرج انتقی ولی است قرار بده و سلامتی خودتون صلوات خب با توجه به این که در حقیقت ما میخواییم از این میلاد هدیه بگیریم و در زندگی دنیا و آخرتمون انشالله بهره بگیریم، هر کس متناسب با سن موقعیت خودش البته از کریم اهل بیت به شکلی بهره خواهد برد که شاید متوجه نیستیم. اونی که میخواییم متوجه هم باشیم اضافه کنیم انشالله، چون گاهی عنایاتی که دارن بدون اینکه ما بخوایم اتفاق میفته. خودشون فرمودند که ما اهل بیت پیامبر علیهم السلام نسبت به پیامبر همون علاقه را داریم که نسبت به انبیای دیگه در حق امام حسین دعا کردن و نسبت به پیروان علی بن ابی طالب علیه السلام همون علاقه را داریم که نسبت به خود پیغمبر این علاقه را داریم. بعد فرمودن ما به پیروان پیامبر این بشارت را بدیم که در دنیا و آخرت دعاگوشون هستیم و به یادشون هستیم. لذا عرض کردم ما چه بخوایم چه نخواهیم، اونا مخصوصا دیگه حالا کریمه، دیگه کریم اهل بیته، به عنایت دارن به ما. اما خوشا به حال اون کسی که این عنایت اونها را با دل و جان هم متوجه میشه تا بیشتر بهره‌گیری بکنه. عنایت بفرمایید کریم اهل بیت. کریم اهل بیت به معنای این نیست که در مقام مادی فقط کریم بودن، چون آخه در بعضی از کتاب ها من به سهم خودم دیدم اینطوریه که متاسفانه گرایش بحث رو به این سمت بردن که کریم اهل بیت در طول زندگی این مقدار مالش را بین مردم پخش کرد، این مقدار کمک کرد، این قدر هم به مسجد به فلان شخص داد، به اون قسمت دارن اکتفا میکنن. و حالا که کریم اهل بیت معنای کرامت و توجه اون بزرگوار به بندگان خدا وسعتش بیش از این حرف هاست. یعنی اون بزرگوار کریم بودنش از باب دستگیری انسان معنوی و مادیه. در خیلی جاها حرکاتی رو انجام داده، اعمالی از خودش بر جایی گذاشته که کمتر از جهادهای رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، کمتر از تفسیر قرآن علی بن ابی طالب نیست، کمتر از توجه قیام امام حسین علیه السلام نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام باید با این دید هم یه بار دیگه بریم تو زندگیش که چی کرده. امام حسن علیه السلام در بعد صلوات من در بعد معنوی خصوصا توجهاتی که داشته در قالب عمل و روایات ما را توجه داده که البته در ظرفیت این زمان اون چی که توفیق پیدا کنم در منظر شما علاقمندان به پیامبر و اهل بیتش انشاءالله تقدیمتون بکنم. ما یه درسی که از اون بزرگوار مثل بقیه معصومین علیهم السلام داریم توجهمون به ماه مبارک رمضانه. خب خیلی خوب، ماه مبارک رمضان شکل گرفته، همه هر کسی به نحوی بهره میگیره از این ضیافت.
من بارها عرض کردم اول دقت میکنیم این ضیافت رو. میزبان کیه؟ خدا. پذیرایی کننده کیه؟ خدا. تهیه کننده این مواد کیه؟ خدا. خدا یکی دیگه، همین برای خودش داره میکنه. از تهیه لوازم این خوراکی ما، این مهمانی، تا پخت و پزش، تا تنگ کردن سفرهش، جمع کردن سفرهش، خود خداست. خب خدا چه چیزی تو این مهمونی به ما داره میده؟ یک. دو، چه کسایی رو راه میده؟ اونی که میده در حقیقت در عمل کریم اهل بیت میبینیم، چون بناست کریم اهل بیت زندگی پیامبر و کلام پیامبر رو تفسیر بکنه، چون بناست اولین امام را که در حقیقت در کنار پیغمبر دین اسلام را رشد داده به نمایش بگذاره صفات زندگیش رو. پس مسئولیت امام حسن مجتبی تنها این نیست که امامت خودش رو حفظ بکنه، بلکه یک همچون مسئولیت خطیری داره که راه را باز بکنه برای امتداد ولایت ائمه علیهم السلام، راه را باز بکنه برای حفظ قرآن، راه را باز بکنه برای حفظ اسلام. لذا جوان به درستی اشاره فرمودن که اگر صلح کردن ناچارن برای بقاء اینها بود که اسلام حفظ بشه، قرآن حفظ بشه، ولایت حفظ بشه، غیره چیزی نمیمون. خب این مأموریت عظیم آقا امام حسن مجتبی سپرده شده، منتها دست اینه تو این ماه مبارک رمضان مثلا که امام حسن مجتبی میاد تو میدون و این ضیافت رو میخواد تفسیر کنه، خدا دیگه عاقل‌تر از من شما که هست، علیاذ بالله بگیم که خدا عقلش اینقدره، چطوری ما میشینیم فکر میکنیم، تعقل میکنیم فلانی به مصلحت هست دعوت کنیم یا نه، فلان شخص میتونیم آن لقمه بهش بدیم یا نه، فلان شخص میشود ما ازش پذیرایی بکنیم، نوکریش کنیم یا نه. حالا این کلمه رو چه دیگه برای خدا بکار نبریم، بله میخوام بگم مصداق مشخص یه مداری. خدا به طریق اولا عالم به تمام وجود ماست، ما آدم ها رو تا حد خودمون میشناسیم، نه بیشتر. خدا از خلقت و از زندگی و از ممات و همه چیز ما آگاهه، ولی چطوری ما رو راه میده؟ پس این نکته است. امام حسن مجتبی علیه السلام توضیح میفرماید، میخوام بهره بگیرم از این قسمت، میفرماید حق تعالی بنده های خودش رو چون دوست داره، چون براش عزیزن، هر چی هم خطا میکنه دوباره بگه برگرد چیکار کنم؟ ادعونی؟ دعا بکن؟ حجت بدعا کنم که چی؟ تا اجابت کنم. خب دعا میکنیم یه دفعه میره 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 میخواد اجابت بکنه، گیر میکنه، دوباره ما حسرمون سر میره، یه جوری دوباره رها میکنیم، رها که میکنیم همون فطرتون داره میخواد برمون گردونه، داره فرمه دعا کن، خدا دوباره میاره، هی تفسره خدا ایجاد میکنه، یه تفسره شب قدره، یه تفسره نیمه شعبانه، یه تفسره زیارت امام حسینه، هی تفسره ایجاد کرده، یه تفسره حج رفتنه، یه تفسیره وقتیش که پدر مادر در حق ما میخوان دعا بکنن، یه چه دعایی بکنه، یک تفسیره هم که تفسیره ایجاد کرده، یه جوری بهانه ای که ما رو دوست داره یه جوری ببینه، ببینتون بگیرتمون، بگیرتون ببینه، همینطوری نمیخواد رها میکنه. منتها خوش به حال اونی که
راه بلده، به مقصد میرسه و به اون مجلس میره و ضیافتش هم میرسه. خیلی از ماها نمیتونی به اون ضیافتگاه برسی، متاسفانه. کی میگه خیلی قرآن فنا دار؟ چند تا اکثر داره، اکثر هم لای اولون، اکثر هم لای اولون، یه اکثر دیگه اینجا داره که اکثر افراد در اثر قفلت، نه در اثر خدا اینا کرده چیزی دیگر، در اثر قفلت، او خدا را قبول داره ولی قفلت میکنه، نماز میخونه ها، قفلت میکنه که اون مسیر اصلی رو بگیره، بعد به خدا برسه تا خدا بعد پذیرایش بکنه، با دست خودش لقمه تو دهنش بگذاره، لقمه مادی و معنوی، هر دوش، خدا خدای کریم اهل بیته. امام حسن میخواد ذره ای از کرامت خدا تفسیر بکنه، چنان که پدرش این کار کرد، چنان که جدش این کار کرد، هم بود مادی هم معنوی، هیچ موقع فقط مادی نبوده. البته شاید سوال بشه، مگر نه که علی بن ابی طالب علیه السلام هر شب میرفت این خرابه ها به ایتام میرسید، چرا به ایشون لقب کریم اهل بیت ندادن؟ سوال دیگه. مگر نه اینکه امام باقر علیه السلام این کارو کرد، مگر نه اینکه امام صادق این کارو کرد، داریم دیگه، این همه به فقرا کمک کردن، این همه امام علیه السلام چاها و باغات رو واگذار کرد و رخت کرد برای رسیدن به مردم. علت این که امام حسن مشتبه کریم اهل بیت رو میشوند، تقسیم کار شده برای ائمه دیگه، هر کدام یکیش رو ایسی در زمان خودش بگه، چطوری؟ چنان که حضرت عیسی علیه السلام در زمان خودش باید یک کار میکرد و یه معجزه خاص، تقسیم کار خدا متناسب با زمان است، متناسب با زمان. اگر اون زمان حضرت مریم علیه السلام بدون شوهر دارای فرزند می شود و حضرت عیسی بدون پدر متولد می شود و بعد بدون اینکه مراحل رشد رو طی بکنه دم به سخن می گذرد و حرف می زند و بعد وحی را بیان می کند، خداوند در اون زمان می خواهد علم پزشکی رو بگیره، بگه که اگر چیزی هست مال من. اونایی که بحث زیست شناسی اون موقع مطرح میکنن یه مداری به چالش بکشه، اتمام و حجت کنه با مردم، مردم همه چی دست منه، شما جزئی از آن چیزیست که من خلق کردم، شما خودتون مخلوق من هستید که هیچ جزئی از مخلوقاتم هستید. خب این تا اینجا به زمان حضرت موسی میرسه، اونم به یه شکل دیگه، ساحری رو به شکل دیگه جواب بده، به زمان آقا رسول الله به شکل دیگه، لذا ائمه هم همینطوریه. دقیقاً همه ائمه هم مثل انبیا متناسب با زمانشون و مردم زمانشون باید یه چیزی رو روشن کنن. مثلا در زمان امام باقر که طوفان تهاجم حدیث جعل کردنه، طوفان تهاجم تفسیرهای به رأی به قرآنه، باید باقر العلوم بیاد که تمام علوم خدا در اختیارش بگذاره، علم تفسیر به قرآن، علم رأی به حکم که به اصطلاح فقهی، علم به نجوم، علم به ریاضی، علم به شیمی، علم به فیزیک رو اون زمان حضرت باید داشته باشه. لذا امام حسن در زمان خودش یه چیزی رو که مردم داشتن مشکل پیدا میکردن، نمیدونستن، گم کرده بودن، واقعا خیلی گم کرده بودن، چون علی بن ابی طالب علیه السلام تو اون شرایط شهید شده، بعدش ایشون به امامت رسیده، خیلی چیزا پخش شده، عبادت چگونه است، بندگی چگونه است، توجه بندگان خدا چگونه است، کمک مادی چگونه است، کمک معنوی چگونه است، همه چی به هم خلط شده بود. باید امام حسن مشتبه بیان کریم اهل بیت بشه، لذا حتی نسبت به دشمن خودش هم راه و روش به ما نشون بده. خب ما میخوایم بهره بگیریم، حالا نمیخوایم در مورد امام حسن خود شخصیتش صحبت کنم، اون چی که ما را مکلف کرده میخوام عرض کنم برادران، اون چی که به ما مأموریت داره میخوام عرض بکنم، اون چیه؟ بنابر اینه که ما انسان ها رشد کنیم، تشکیل خانواده بدیم،
در اثر تشکیل خانواده فرزندی متولد بشه این زندگی رو اداره بکنه. در سوره نساء آیه 21 یک موضوع تکون دهنده‌ای برای ما مطرح میکنه. این ازدواج تحت عنوان میثاق غریزاً مطرح شد که این زن و مرد کنار هم قرار میگیرن، این زن و مرد کنار هم قرار میگیرن، زندگی جدید شروع میکنن. خب خیلی خوب، من از اینجا میخوام شروع بکنم که برای کودک و نوجوان و بزرگسال و پیر و همراه در بر بگیره. از اینجا از قبل شروع نکردم. حالا با توجه به این که این ازدواج پیر و جوان نمیشناسه و اصلش بحثه که به عنوان تشکیل خانواده مطرحه، میخواد خیلی از فرهنگ‌ها رو هم که غلط هست رو هم اصلاح بکنه. ها من اینجا داخل پرانتز بزنم، تنها الان اینجا نبود کسی که پیر بشه دیگه ای به ازدواج نمی‌کنه. اون موقع واقع بود، اومد این فرهنگ غلط رو هم گذاشت کنار و بعد بحث توش داره. حالا پرانتز بسته، بحث توش داره. این ازدواج چیه؟ آیا ازدواج برای اتفاع از بین بردن غریزه جنسیه؟ فرمون خیر. خیر. آیا برای این هستش که دو شخص کنار هم فقط زندگی بکنن؟ فرمون خیر. اول چیزی که میفرمایه چیه؟ یه میثاقه، یه عهده. عهد پیش کی؟ بین خودشون، بین خودشون با خدا، بین خودشون و خدا، با اون کسانی که ازشون متولد میشه. یه عهد اینطوریه. روز قیامت از این عهد از ما میخوان. روز قیامت از این سوال میشه. اونایی برندن، اونایی به اصطلاح عبور میکنن که از این قصه درست بهره گرفته باشن. خب خیلی خوب، ما دیدیم انسان ها ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن، وظیفه‌شون چیه؟ من یه چیکی پیش میرم ها، کنار هم میخوان قرار بگیرم. خب خیلی خوب، چه کار کنم؟ میگه اون میره نماز میخونه، این میره نماز میخونه، بندگی خداست دیگه. نه؟ این روزه میگیره، اونم روزه میگیره، بندگی خداست دیگه، نماز یافت الله است دیگه، از اون نماز یافت الله بهره میگیرم. خب دارم عبادت میکنم، بنده خوبی هم. میگه بنده خوبی هم، ولی بنده مؤمن نیستم الان. یعنی چی مؤمنه؟ ایمان آوردن ولی هنوز مؤمن نشدن. چی کار میکنم؟ معتقد به اینا هستم. میگه ها، حالا مؤمن در درجه اول هنوز نیستم. چرا؟ چون که نماز خوندن نشانه مسلمان شدنشه، قبول حج رفتن نشانه مسلمان شدنشه، متعلقات او بهش توجه کردن نشانه مؤمن بودنشه. متعلقات چیه؟ خیلی دقت بشه. ما که بناس انشاءالله روی پول استراد که رفتیم راحت عبور کنیم، راحت ماست بناس انشاءالله این دنیا را زمینه قرار بدیم که وقتی رفتیم قیامت آن رسول الله دیدیم دستاشو باز کنه، بغل کنه، این جمعیت رو بیاد بغل کنه و بفرماید آبروی من را حفظ کردید، به تعبیر امام صادق بفرماید زینت ما شدید، تو این هوای داغ به بعضی هاشون که شرعن میتونستن روزه بگیرن گرفتن، تو اون شرایط کار تونستن پشت پا بزنن به اقتصاد اونچنانی و بعد نماز بخونن، تو اون شرایط بابا. اما شما به تکالیف اصلیتون عمل کردید که برگرفته از بحث قرآن. اون چیه؟ هنوز هستیم به فرزنده ها برسیم، اونجا خیلی حساسه. اولین بحث اینه توی میثاق. خدا این کسی که من باهاش میثاق میکنم چیه؟ میفرماید این همون منفق تو فیه من روحیه، این روح منه. دیگه بفرمایید و خلیفت الله فی الارض، اون جانشین منه. دید رو عوض میکنه،
یه دید دیده ما مسلمان ها، یه دید دیده غیر مسلمان ها حالا. اونا میگه این کیه؟ میگه شریک زندگی من. همین که گاهی تو زندگی ما رسوخ کرده میگه شریک زندگی مونه. فقط همین یه اختصاص میدیم. شریک زندگی از این باور با تساوی تصاوری میتونیم بگیم که چیه؟ در بعدی ما را مشارکت میکنه. نه اینکه صرفا محدودش کنیم به او. نه. بحث اینه که ما میثاقه، عهده که کنار هم انشاءالله به کمال برسیم، به بندگیمون توجه بدیم که این پیام قرآنی که امروز تلاوتشون میکنیم به کل پیامش برسیم آخه. از اینجا شروع میشه. غیر از این هیچ کس نتونسته موفق بشه. کی میگه؟ عرض میکنم اگه قرآن رو چجوری میفرماید؟ آیات روایتش رو میخونم. فقط اونه که تو این مسیر عرض میکنم گام برداشتن تونستن بهش برسن. خب، اولیش چیه؟ نگاه ما زن به مرد، مرد به زن. نگاه هم اینه که من در مقابل این شخصی که جلوم هست به نام همسر چه وظیفه‌ای دارم؟ وظیفه‌ام چیه؟ و وظیفه‌ای بشناسیم دیگه. وظیفه زیاده، من فقط عده‌ایش رو میشمارم. و لقد کرمنا بنی آدم، خدا اومد این بنی آدم را مکرم شمرد، به طریق اولا من بایستی این آدم را مکرم بشمارم. چرا آخه؟ چون آخه برای زندگی نیاز بهش داریم، چون برای زندگی باید توجه بهش بکنیم، مدد بگیریم. آقا امام حسن مشتبه میخوام این روز از شما مدد بگیریم. چطوری؟ میفهمه پیشه نمیگیرم از پدرم. خیلی حرفه، چون سوال ازش شده میفهمه پیشه نمیگیرم از پدرم، از علی علیه السلام. علی علیه السلام فرمود اگر احترام بکنی طرف مقابلت رو که همسرت هست، از اینجا شروع می کنه درست که به بقیه برسیم، او اعتماد به تو می کنه. اگر اعتماد به تو کرد اطاعتت می کنه. اگر اطاعتت کرد تو آرامش پیدا می کنی، تو آرامش پیدا می کنی. اگر تو آرامش پیدا کردی بسم الله الرحمن الرحیم می چه خبر میشه؟ این بحث داره ها. اگر آرامش، یه اگر داره، اگر آرامش پیدا کردی نماز درست میشه. اگر آرامش پیدا کردی عقل درست کار میکنه. اگر آرامش پیدا کردی تفکر درست میشه و جلوتر از تخیل قرار میگیره. اگر آرامش پیدا کردی، از تکلیف بالا، اگر آرامش پیدا کردی زبانت درست خطاب میکنه، مؤدب میشه، عصبانی نمیشه، حرف زشت بزنه. اگه آرامش پیدا کردی استعدادا خوب کار میکنه. همه اینها کنار هم که قرار گرفت، قرآن در اختیار توست، در محضر قرآن قرار میگیری و فهم قرآن برات بالا میشه. یه صلوات خط کن با این عمل به این احکامی زیرسای آرامش، تو هم شاداب میشید و هم با نشاط. با هم فرق کنه آخر. با نشاط، نشاط درونیه، شادابی حتی بیرونی هم داره. یعنی نه خستگی میدونی چیه، نه غم میدونی چیه، نه شکست میدونی چیه، چون شکست پیش میاد تو زندگی ها، نه ملامت دیگران میدونی چیه. خداوند در وجودت نیروی قرار میده که آخرش میشه موفقیت در سه چیز. موفقیت در تعامل با بندگان خدا که اون عهدی که بسی داریش کنیم. ما متعهد شده بودیم دیگه، خیلی عهدا داریم، خیلی داریم. یکیش اینه در مقابل همسرمونیم، پدر و مادرمونیم، برادر و خواهرمونیم، برادر و مؤمنه و مؤمنات و همسال خود. یکیش این هست، خیلی داریم. دو، موفق میشی به آرزوهات و اهداف برسی. سه، موفق میشی دل خدا را به دست بیاری و قلبت را القلب و حرم الله که هستش فقط جای خدا قرار بدی، که اون موقع قلب همه مردم به سمت توست. قلب همه مردم به سمت توست، تو تسخیر میکنی قلب مردم را. موقع اولین و اولاترین به مردم کیا هستن؟ اهل فامیلن. رضا میگه هر وقت دیدی سن آرام آرام داره بالا میره، این جوان ها و کوچکتر ها آرام آرام به سمتت میان، یعنی که این مرحله طی شده.
امینت میشمارم، احترام میدونم شما را، محترم میدونم شما را، به سمتت میان، باید مشورت میکنه، درد دل میکنه، همراهی میخواد بکنی باش، سنگ صبورش میخواید بشی، چون قلب اونجا اومد. خب خیلی خوب، این نکته اول که ما بناس این زن و شوهر حالا ازدواج کنن، از احترام پای زندگیشون رو شروع کنن. چون خدا گفت ولقد کرمنا بنی آدم، چون خودش کرمه سوره اسراء یاد دار، اینجا شروع کنه. خب مرحله دوم، مرحله دوم این استش که بناس ما در حق هم، در حق هم کوتاهی نکنیم. سوره بقره، لباس هم دیگه باشیم، لباس هم نه برای دهن کرده دیگه، این طرف مقابل طرف به عکسش هم داره. بنام هست لباس هم دیگه باشیم یعنی چی؟ اون احترام رو میخواد تقویت بکنه ها، دقت بفرمایید، میخواد تقویت بکنه با این قصه، ولی وسعت میده به چیزای دیگه. حالا بناس ما چطوری لباس میپوشونه عیبهای بدن را، بعد زیبایی میده یه مقداری به شکل قیافه ما، و بعد از سرما گرما محافظت میکنه. ما بناس همدیگه را، آبروی همدیگه را حفظ بکنیم. بناس دیگران مشکلات ما را نفهمند. بناس اگر من اشتباهی کردم شما نفهمید، پدر مادرم نفهمند، همسرم منو یاری بده حل بشه، نه اینکه تو سرم بزنه ها، نه اینکه به روخم بکشه ها، یاری هم بده، مثل لباس حافظش بشه، یاری هم بکنه، لباس یاری میده من سرما نزنم، یاری هم بده که این حل بشه. پس یاری رسوندن همسر که این رو حل کنم، مشکلم حل بشه. مشکل فراونه، فکریه، روحیه، هرچه هست مرحله داره پیش میبره، خیلی قشنگه، مرحله بعدی داره اتفاق میفته. اینجا لباس هم دیگه شد، بنابراین شد تکلیفون به هم انجام بدیم، کار پیش بره. چون میخوام به یه بحث دیگه برسم، اینجا بحثش مفصله، ای کاش وقتی یه ده روزی اینجا من این مطلب امام حسن رو میبردم پیش، ببینید چی داره میکنه. دنیا باید دانشکده‌هاش بیاد زانو بزنه، فقط این حدیثش رو پژوهش بکنه، رو تدریس بکنه چند صد سال. خیلی نکته داره. بعد میاد میگه که حالا که اینطور شد، همدیگه رو یه مقداری حمایت کردید، به همدیگه علاقتون بیشتر انجام دادید، پس مرحله بعدیه. مرحله بعدی چیه؟ میگه هر کس رسول الله را بیشتر دوست داره، هر کس علی را بیشتر دوست داره، هر کس زهرای عطر را بیشتر دوست داره، هر کس من حسن را بیشتر دوست داره، چنانکه خود رسول الله فرمودند هر کس همسرش را دوست داره بهش بگه دوست دارم. آقا خجالت میکشید، عیبه. میگه بعضی میگن دیگه این حرفا چیه؟ میگه آها، در مسائل تکلیفی حیا معنا نداره، حیا جای دیگه معنا داره، که اگر جای دیگه حیا نباشه کارمون زاره. کجاست؟ تو بحث بچه هامونه که میرسم بهش کجاست، که اونجاست بیچاره شدیم خیلی هامون، چون حیا اونجا به کار نبردیم. وقتی بچه کوچولو داریم میگم کجاست، بذار برسم به حدیثش برد. پس اینجاست فرمود ابراه کنیم. خب بعدش، بعد فرمود، خیلی جالبه، خیلی جالبه، گام بعدیش اینه که شما وقتی کنار هم قرار میگیری به فکر باشید که میخوای بچه دار شید. اگه بچه دار بشید و خداوند تفضل کند و مصلحت بدونه، چون ممکنه بعضی به هر دلیلی نمیتونه، البته اینم داخل پرانتز بگم، مقصر خدا نیست، کسی نازا نیست، خدا نگفته نازا بشه ها، اینم بگم، کسی هم بچه معلول داره خدا نگفته ها، این کفره، در منظر آجابا عرض میکنم، این کفره و نسبت دادن به خداست. مثلا مادر قرص بود، از طایفه های قرص تاریدومو میخوره، بچهش معلول میشه، هیچ ربطی به خدا نداره، خدا عادله، فرموده که به وسویه همه زنها میتونن بچه سالم و سالم به دنیا بیارن، به شرط ها و شروط ها، چی بخوره چی نخوره،
چه بخونه چه نخونه، چه ببینه چه نبینه، چه بشنوه چه نشنوه، او رعایت نکرده و ششتر شده. خدا میخواست بهش بده، خودش نخواست. قرصای تالیدومو مثل چی؟ اسابینوفرین گران هست. تو یه مقطعی هست اگه مادر بدونه دقت پزشک بخوره، بچهش عقب مانده ذهنی میشه. اگر بیشتر بخوره بچهش دستش فرج میشه. با دستش فرجه، خدا مقصر نیست اینجا، خودش این مادر متوجه نشده از این قرصا خورد. یه نوالجی قبلا بودین هم میدونست یا نه، یا میدونست بزرگتر یادشونه، جمعش کردن زود. اون نوالجی هر مادری دوتا میخورد قطعا بچهش دست، هم دستش هم پاش یکیش معلول میشد قطعا. خود یه درمتی با خدا نداره. حالا عرضم اینجاست که میفرماد حالا میخواید بچه دار بشی آماده باش. یعنی چی آماده باش؟ آخه به لقمان گفتن، لقمان سوال کرد از مردم بچه که بخواییم تربیت کنیم از چه سالی شروع بشه؟ یکی گفت 6 ماه، از 6 ماه یکی گفت از 3 سالگی، یکی گفت از فرمود نه از 20 تا 25 سال قبل شروع کنید. نمیتونید؟ از 1 سال قبل از نطفه شروع کنید. نمیتونید؟ نطفه بسته شروع کنید دیگه، بعدش دیر شده، به زحمت میافتید. میتونید آه، به زحمت میافتید. برای اینکه به زحمت نیافتید از قبل، یعنی چی؟ یعنی این جوانایی که انشاءالله بخوان ازدواج بکنن، چه دختر چه پسر، از الان بایستی زمینه ی فرزند صالح و سالم را بدونن چیه. یعنی چی؟ یعنی خودش باید از نظر شخصیتی شکل بگیره. اسلام بیرسونش کجا؟ رشید و رشیده شدن، هم از نظر عقلی، عقل معنوی، عقل مادی و امثال هم روش کرده باشه، هم از نظر موقعیت های دیگرش. خب حالا تا اینجا فرض کنیم اومدیم که اینا آمدن کنار هم میگن که بخوایم بچه دار بشیم، شروطی داره. این شروط اینه که اندر شخصیتی ما باید الان مراقب باشیم. که چی مراقب باشی؟ خیلی دقت بشه. اولیش از زبان شروع میشه. اولیش از زبان. من اگه وقت کم هست بحث رو منتقل میکنم، حالا بچه به دنیا اومده، هر دوشو کنار هم میگم، چه قبل از تولد بچه‌شون، چه حالا بچه متولد شده. زبان نقش اساسی داره. حالا برای ماهایی که بچه هم الان دیگه ازمون گذشته، مثلا دیگه پیر شدید، خب اشکال نداره، ما بازم این زبان برامون نقش داره. در 3 جنبهش میخوام عرض بکنم، میخوام 3 تا موضوع رو باش حل کنم. این زبان حضرت علی علیه السلام مطرح میفرمایند که اگر اون ویژگی رو داشت، بخوایم بچه پرورش بدیم میشود، بخوایم این جمع مورد تکریم خدای، دعوت شده خدای به ضیافتش که او دعوتش کرده، من چه کارم بی احترامیش بکنم؟ او دعوتش کرده، خیلی حرفه، او گفته این روح منه، من چطوری به روح خدا خدایی من کرده بی احترامی کنم؟ با این زبان مراقب باید باشم، پس برای من هم سود دارم. برادر آقا حواسمون باشه ها، ضیافت لایقی یه نفر اون به نفر تو بیمه روحی خیلی حرفه، خیلی باید برای هم بی حرمت خواهی باشی. همین که مسلمونی بسم الله الرحمن الرحیم، همین که نه حتی مسیحیه بله بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی باید دقت بشه، چون ما میخوایم مسلمان ها رو اسلامشون بدیم دیگه. این اسلام ها اینه میگه حرف خیلی مراقب باید باشه. خب اون روایت رو بخونم، بعد این روایت های این رو بخونم. روایت چی بود؟ عرض کردم حالا بچه متولد شده، میخوایم بچه رشدش بدیم، از زبان باید شروع بشه، چون که از قبلش باید از زبان شروع میشد، چون که حالا هم بزرگترشی باید با زبان شروع بشه. 7 سال اول بچه چیه؟ بفرمایید. انزل رسول 7 سال اول بچه چیه؟ پادشاه. هر کس روایتش بیاره 1 میلیارد تومان هدیه بهش میدن. یک میلیارد تومان هر کس حدیثش بیاره من بهش هدیه میدم. حدیث نداری میتونی. حدیث اینطوری داریم، در وسایل شیعه اومده، در کافی هم اومده، الولد و سبع سنین سید، سیده، سید به زبان عربی بیاییم فارسیش کنیم میشه چی؟ آقا، بزرگه، عزیزه، بزرگ عزیزه، خیلی نمی‌فهمی چه عرض میکنم؟ بزرگه، یعنی چی؟
شما بزرگ بنده اید الان همتون، من در مقابل شما چونه باید حرف بزنم؟ حیای کلام. من در مقابل شما بزرگوارا که مهمان خدایید، خدا بهتون اجازه داده، خیلی ما باید عاقل باشم آخه. خدا وقتی پذیرفته شما را، شوخی که ببینید برادرا، من این کلام که نمیخوام زیاد بگیر کنم، خدا گفته، شوخی بردار نیست، خیلی باید چکی بگیریم رو شما دعوتتون کرده. آخه من چجور به خودم اجازه بدم هر نوع گفته ای داشته باشم؟ نه بالاتر، خدا گفته خود منن اینا. و نفخت و فیه من رو تفصیل قرآن رو نگاه بکنید چجوری یه نفخت یعنی چی. مخصوصا علامه آیت الله جوادی آملی نکته ظریفی داره، این فرمیت به جسمتون نداده، آویزونتون کرده، یعنی مثل عقیدتونه. این دنیا هم بریم از بین نمیره. اونجاست که خدا وقتی که آدم ها میرن جهنم به پیغمبر میگه دلم میسوزه براشون، خود پیغمبر توی کوه اعراف گریهش میگیره که میگه چی کردن اینا، دل خدا رو به درد آوردن، خدا گریهش داره میگیره که ندارم میرن جهنم، چون بنا بود اینا بنده های من هم، بنا بود روح من هم، روح من نباید آزار ببینه، خدا خیلی ناراحت میشه. حالا تو بحث اعراف اگر رسیدم جریانش عرض میکنم، حدیث شاگه نرسیدم که هیچی. حالا بحث اینجاست، پس این بچه داره متولد شده، اول آقا و سروره معناش اینه زن و شوهر در حضور این بچه اجازه ندارن به هم دیگه بد و بیرا بگن. آیا بند و جنابالی در محضر رسول الله که آقا ماست؟ جناب حسن فرمود از امام صادق هم سوال میکنن که منظور چیه؟ تفسیرش اینطوری فرماید. امام حسن سوال میکنن تفسیرش اینطوری فرماید. از امام باقر سوال میکنن تفسیرش اینطوری فرماید. این فرماید چی؟ فرماید این آقا و سروره معناش اینه اگر در محضر رسول الله قرار گرفتی، اگر در محضر حضرت خدیجه کبرا قرار گرفتی، اگر در محضر علی بن ابی طالب قرار گرفتی، اگر در محضر زهرا اطهر قرار گرفتی، چیکار میکنی؟ همدیگه رو میزنید یا حیا میکنید در محضرشون؟ احترامی میکنید؟ بلقد کرمنا بنی آدم قرار شد، یعنی که نه در محضرش احترام میکنید. خیلی حرفه. از کی شروع بشه؟ نمیدونم خانم ها تو درسته هستن یا نه، از خانم ها باید شروع بشه، از ما مردانه، از خانم ها، ممنوعیت به خانم ها خدا داده، به ما مردانه. پس ما چی؟ ارجال و قوامون نسا به ما گفته جمع جورش کن، اگه مادره نتونست انجامش بده جمع جورش کن، اول از اونجا باید شروع بشه. لذا مادرها در تربیت بچه مقدم تر از آقایون و مسئولیتشون بیشتر. مردها حالا این خانم رو باید چیکار کنن؟ جهت بدن، معلمی کنن، مدیریت کنن، تو تعلیم اتفاق بیفته. حالا یه جا هست زنها در تعلیم و تربیت شوهرن تو میدون میان. اینطور نیست که نیان، چون که ما مردا تربیت زن و بچه هستیم، اونا تربیت بچه و شوهر هم هستن، چون قرار بود لباس هم دیگه باشیم، اونجا که قرار بود لباس هم دیگه باشیم، اونجا برای اینکه ما آبروی خودمون نبریم پیش پدر و مادرمون یا پیش دیگران، به ما توجه میدن، اون میشه معلمی، میشه تربیت، اون توجهی که میده. اما بنا نیست توجه میده و سرکوب رو ما بزنه، باید با زبان درست، با زبانی که الان ویژگیاش از تعلیم فرما درز بکنم، نه هر زبانی، خیلی قشنگه، بنازیم به این مکتب، خدا رحمت کنه پدر و مادرامون که اسیر خاک شدن، خدا حفظ کنه اونایی که هستن، خدا رحمت کنه علمایی که این حدیث رو ما یاد دادن، خدا حفظ کنه اونایی که جون میکنن دیها رو ما میرسونن. واقعا خیلی زیباست اینو به دنیا بیاید بگیم که حقوق بشر کجاست. از همه بچگی اسلام حقوق بشر رو چطوری داره بهش توجه میده، میگه حق ندارید حرف دون تند بهش بزنید در مقابل او. چرا؟ چون حدیث رسول الله خیلی بلده، یک قطعش رو گرفتی، چون رسول الله قسمت هم داره میفرماید چون کودک هر آنچه که میشنود و میبینم تو حافظش مثل سنگ حجاری بشه میمونه، شخصیتش به اون شکل میگیره، اصلا کپی میکنه زندگیش رو با زندگی شما. خب نحوه عمل چطوری در مقابل آن رسول عمل میکنیم با هم؟ یه در مقابل بچه تون همینطوری باشه. حیای پوشش در مقابل از زهرا حضرت رسول هر نوع پوششی داری؟ میگه نه. یه در مقابل بچه تون هم. لذا گفته اتاق
غیر پوشش اونچنینتون جدا باشه. حالا بگذاریم این روزه همه چی برقاطی شده ولی اسلام اونه میگه. لذا دستور میده به بچه ها، میگه اتاق با پدر و مادراتون به این سادگی سرک نکشید، در بزنید، سلام بلند کنید، اگر جواب سلام اومد برید، اگر نه اجازه ندارید. تا این حد. برای چی؟ برای اینکه پدر مادرها آزاد باشن، بتونن هر رو لباسی بپوشن، بتونن. پس این بحثه. حالا یه مدر برم بالاتر. این زمان بود تربیتی را پیدا میکنه. بچه سوال داره، چه سوالی بهش بدیم؟ خدا از کجا اومده؟ دیدی بعضی همون همینطوری چیزی میگیم دیگه. خدا تو کفش منم هست؟ میگیم همه جا هست آفته دیگه. نه تو کفش منم هست؟ میمونیم چون بلد نیستی دیگه. خدا رو سر ما هست؟ تو قضای من هم هست؟ میمونیم چون یادمون ندادم متاسفانه. ببخشید کاری عرض میکنم ها، چون من تحقیق کردم عرض میکنم، به خیلی همون نگفتن، این حدیث رو نگفتن اشتباهن غفلتن بعضی حدیث ما گفتن، البته خدا خیرشون بده ولی ناقصه. مثل چی؟ مثل مثلا حجاب چیز خوبیه برای ما زنهای ما، بهمون گفتن درسته؟ زنا چیز بدیه، درسته؟ ببخشید این کلمات رو میگم، میخوام اینو تندش کنم، بعد از بهانه. زنا چیز بدیه دیگه. یا آدم متدین با تقوا زنا نمیکنه. دزدی نمیکنه، درسته؟ یه با تقواست. ولی آخه بزرگوار، همین که رسول اینو فرمونده چیز دیگه آخه فرمونده ها. الغیبت و اشد و نزه. یا آقایی، این که از نظرم جدی ها. اومد گفت که چیزایی گفت، خلاصه ارز کنم چیزایی گفت. گفتم ببخشید زن داری؟ باری. گفتم میخوام زنم تو بگم به این آقا باش داره. آقا باور به این چشماش اینطوری شد، گفت حیف که علاقه بهت دارم، اینجا لب میکردم رو زمین. گفتم علاقه داری اینطور میگی؟ و جدی میگم، هی علاقه بهت دارم، اگر لب میکردم تو زمین دوره تکرار کرد. این چه حرفی بود زدی آخر؟ گفتم برای چی؟ گفت یعنی زن من، محرم من بره با این، یعنی چی؟ یعنی گفتم بهت بگم، گفتم خواهد زنا مرتکب شده. ما کمی زد رو سر خودش. گفتم آفرین به غیرته. حدیث تا اینجا یک قسمت داشت که حدیث محرم و نامحرم رو خوب فهمیدی، ولی با بس جلوتر از این اینایی که هست که همه اینا رو درست میکنه اونو نفهمیدی. اون چیه؟ کنترل زبانه. بزرگترین گناهان ما زبانه، بزرگترین ثوابای ما هم زبانه. میخواد براتون مکه الان؟ حاضری؟ میبرم ها، روز قیامت میگم خدای بردمشون. حاجا ما اگه اشتباه میکنم داد بزن، گاهی اشتباه میکنیم. خواهم ببرم تو مکه، جدی عرض میکنم. خدایا موقع افطاره، دروغ اینا نمیتونم بگم که خودت گفتی. خواهم بریم، انشالله امروز بخواهم بریم مکه، بریم و برگرد. ویزای مجانی هم بهتون میدم مهمون من. چجوری؟ خیلی راحت. فرمود اگر کسی در حق برادر دینی خودش دعا کنه نزدیک افطار که شد، هر کسی هر بدی بهش کرده بگه خدا چون تو گفتی به خاطر تو همه را میبخشم، 10 حج مقبول در دیوان حسنات برایش ثبت میکنیم محفوظ. یوم القیامه ثلاث دیوان، دیوان حسنات، دیوان نعمات، دیوان سیئات. وقتی باز میکنیم میبینیم او هر چی که خوبی و نام داشتن در اینم اومد. او بدی کرده بودا، غیبت کرده بودا، تومه زده بودا، مالش برده بودا. بعد میگه که حج بهش میدم. خب آقا تو که چند میلیون الان خرج میکنی خانم میری مکه، من شما سوال دارم چرا میری؟ ازام شد من جمعش میکنم. چرا آخه؟ سوال من اینه دیگه، چرا پول خرج میکنی؟ بعد یه ماه هم کارتو میخوابونی، بعد اونجا هم کلی زحمت میکشی، آخه چرا؟ میگه پیغمبر فرموده دیگه، درسته؟ پیغمبر از کجا؟ میگه خدا فرموده دیگه. خب بابا همون خدا همون پیغمبر فرموده
یک بار بر شما واجب کردیم نبیشتم، اما میخوای حج هر روزم بری، حاضریم ثواب حج رو بهت بدیم. چجور؟ یکیش این بود، اما یکیش هر روزه. چجور؟ اگر زن و مردی که دلشون حال هوای ثواب زیاد و حج مقبول کرد، حج مقبول را، چون خیلی حجشون مقبول نیست، میرن و میرن مقبول خرج کردن، کنار هم که بشینن همدیگه را احترام کنن، بچه‌شون هم احترام کنن، ثوابش برتر از اعتکاف در مسجد نبی و پنج حج مقبول. آه، این خیلی روایات هست به ما گفته نشده. حالا زبان را بگم، بگذاریم این زبانی که ما را میکشونه به حج مقبول اینجاست. بعد میفرمایم اگر شما با زبانت کسی رو شاد کنی، اگر با زبانت مشکل کسی رو حل کنی، اگر با زبانت کسی رو تکریم کنی، صد هزار حج مقبول برای توست. قیام صد هزار حج مقبول برای توست. دو چیز هست که رو صد هزار میچرخه، یکی زیارت امام حسین علیه السلام که هر زیارتش صد هزار حج مقبوله طبق روایت امام باقر علیه السلام. دو روایت از امام باقر داریم، اشتباه نشه. یه روایتش اینه که اون شخصی که ده نمازش نمیومد، یه چند وقت بگو کجا بودی، گفت که الحمدلله 19مین حج رو تونستم برم. حضرت فرمود یکی دیگه مونده که زیارت ثواب زیارت جد امام حسین را ببری. عرض کرد یا رسول الله 20 تا حج این زیارت امام حسین؟ قربونش بری. فرمود بله، البته اگر دینت از دست ندی 50 تا. اگر حج رو نمیخوان دیگران بذارن کنار 100 تا. همینطور اومد بالا. ولی یه روایت داریم فرمود 100 هزار. اون 100 هزار رو اصلش برده، چون اونجا باید خاطر آمادش بکنه. زیارت امام حسین 100 هزار حج مقبول ثوابشه. کسی که با زبانش احترام کنه، مخصوصا بزرگترا را احترام کنه، خیلی حقه بزرگترا را حرمتشون حفظ بکنه. و بلکه اگه زن توی مجلسمون هست، اگه زنی حرمت شوهرش رو پیش بچه هاش حفظ بکنن، میفرماید 100 هزار حج مقبول برای اینا به خاطر زبانشون. ما چی میخوایم؟ آخه مگر نگفته روزه بگیری ثواب داره؟ همینا گفتم دیگه. پس چرا یکیشو گرفتیم یکیشو نگرفتیم؟ چرا اشتباه میکنیم؟ البته ای کاش میدونستم وقت بود دادم چرا اشتباه کنیم، چون قول دادم این ردیفا بگم دیگه تمام. یه سلام بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک مولایمون بفهمید چیه، که میگه مولای متقیان اینها، این که میگه به اندازه موهای سرم سوال بکنید جواب براتون دارم اینها، کجاهای علم داره. میفرمایم زبان ویژگی صحیحش اینه که داوری است که دعوا میزنه. اگر یه دفعه دیدی کسی دعوا میکنه، یعنی زبان درست نیست، لذا توی این مسیر هم نمیتونه قرار بگیره. خیلی معنی خوب میده نه؟ آزمایشگاه سا برای خودمون ببینیم زبانمون بین مردم دعوا میندازه یا دعوا را فیصله میده، بین زن شوهر اختلاف میندازه یا جمع میکنه، بین بچه ها بین پدر مادر اختلاف هم زیاد بعد همینطوری دیگه. دو، گویایی است که وسیله پرسش ها پاسخ داده میشه. بچه از ما سوال کرد، باید بتونیم پاسخش بدیم، چون بناست پرورشش بدیم. ما بنا شد بیاییم توی قسمت بزرگوارا سوره طه آیه 132. بعد از افطار انشاءالله نگاهی بفرمایید شأن نزولش بدیم. آره چیه؟ اجازه بدید من بیش از این گیرتون نمیارم، اینم افطاره، زیافت خداست دیگه، باید از قرآن میگیم. اوازه میفرمایید با پیغمبر داشتیم میرم کوچه ها، گرفتیم هم آقا رسول الله وایستاد، رنگش سیاه شد، ترسیدم، بعد کبود شد، بیشتر ترسیدم، سفید شد، دیدم نه یه چیزای علائمی است، قرمز شد، گفتم یا رسول الله قربون برم چی شد؟ فرمود اون بچه ها رو نگاه، یعنی تعداد بچه دارن بازی میکنن. آقا یا رسول الله دارن بازی میکنن. فرمود بله، من برای اینا نگران نشدم، اینا رو که دیدم یادم افتاد به پیروان خودم که نزدیکای آخر زمان که میشه، از صبح آشم برای پوشاک و خوراک و مسکن بچه هاشون میدونن، دقیق از تربیت بچه هاشون. اما زد دوید بره مسجد و مردم این رو بگه، دید علی نبی طالب رو منبره، آمد این نبی طالب خیلی علم رایی داره دیگه، فهمید چه خبره. فهم تا عبازار اونجا دید بوری فرمود عبازار مثل که سخنی داره، بحثم رو تمام. عبازار چه خبره؟
حواظه فرمودن که آقا رسولین فرمودن. متاسفانه یه ایده اونجا گفتن کلام خودشه یا وحیه. خب قرار بود کلام خودشه که وصله بود وحی آخه. خب یه ایده بیچاره همیشه دیگه. یه دفعه برای اینکه مردم همچه سوالی کردن یه ایدهشون فوری آیه ناظر شد. آیه 132 سوره طه. قل بگو ای پیغمبر به این مردم. روزی بچه ها ما بهتون میدیم. شما مسئولش نیستید. ما خدایی میکنیم به تعبیر علامه. شما بندگیتون بکنید. روزی ما میدیم. شما معارف تربیت نماز رو بهشون منتقل کنید. اینجاست. سه. واسطه ایست که با آن مشکل برطرف میشه. چهار. توصیفه ایست که با آن اشیا شناخته میشه. شش. فقط میشنارم بیارم. فرمانده ایست که به نیکی فرمان میده. به نیکی فرمان میده. نه چیز دیگه. دیدی بعضی میگه اوه حالشو بگیر نیهت رویش بزن. این زبان زبان اسلامی نیست تربیت نشده. شش. اندرزگوی ایست که از زشی ها باز میداره. هفت. حاضر ایست که بسیار کینه ها برطرف میشه. ای بابا پسر خاله ها با هم کینه پیدا کردن. دختر خاله ها کینه پیدا کردن. فامیلا خونه هم دیگه نمیرن. اینو مال این زبان هست. هیچی دیگه نیست. نه مال هم دیگه خورده بودن. باشه. این زبانه میتونست جمعش بکنه. نه من نمیدونم فلان کار رو به هم دیگه انجام ندادم. زبانه میتونست درستش کنه. آخریش دلربایی است که گوش ها به وسیله آن لذت میبرن. در چی لذت میبره؟ در اون معمولیت ها وقت می سالات دو موردی ها رسول دومن توی جایی که کریم اهل بیت میخواد دیگه که دیگه ضیافتش با کسی دیگه انشاءالله ازش بخواد که این مطلب رو براتون برسونه به اونجا که من که به اونجا که میرسم باور بفرمایید با چشمای خودم میبینم که این مؤمنین هر وقت اینا توی جلسه بوده این مؤمنین چجوری بحث میشن به اون آقا خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدی آنچه که گفتیم و آنچه که نگفتیم خودت مهر تایید برشون قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدی روزه روزداران مخصوصا این جمع را خودت به کرمت قبول بفرما. پدران و مادران ما گذشتگان این جمع بتخص آنهایی که قرآن را در زندگی ما وارد کردند با پیامبر و اهل بیتش مشهور بفرما. خدایا فکر ما را در اختیار خودت قرار بده. چون خطرناکش اینجاست. فکر جایی دیگه بره نمیشه کنترلش بکنه. خدایا دل امام زمان از ما راضی و خوشنود بگرد. با پروردگارا عشق ما به این است که روز قیامت زهرای اطهر چون شفیعه روز قیامت هستن شفاعت ما کنه. شفاعت او نصیب ما بگردان. توفیق بندگی به ما عنایت فرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهی آن کسانی که به دین اسلام خدمت میکنن در توفیقاتشون بیفزا فرج حضرت ولی عصر نزدیک بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.